بسم الله الرحمن الرحیم زکات و صدقه و نقش آنها در توصیه جامعه ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است همان ذاتی که در قرآن کریم چنین فرموده و اقیم الصلاه و اتو الزکات و مع الراکعین و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگذاران نماز, نماز بخوانید. گواهی میدهم که نیز معبود بر حق جز الله یکطای بیهمتاه و گواهی می دهم که سردار و پیمبر ما حضرت محمد مصطفا صلى الله عليه وسلم بنده و فرستاده او است درود و سلام و برکات الهی بر او و بر همه ال و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا اما بعد شریعت اسلامی برای مردم یک نظام اجتماعی صالم مبتنی بر شفقت و وابستگی متقابل ایجاد کرده است چنانچه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرموده است مثال مؤمنان در محبت و رحمتشان و همدردیشان مانند بدن است که وقت یک عضو از بدن بدد شود بقیه بدن با بیخوابی و تب با آنها پاسخ میدهد باز می فرماید. اگر در میان عشائره زنی در جنگ بیوه می شد یا غذای وابستگانش در شهر کمیاب می شد آن چی داشتن در یک ظرف جمع می کردن. سپس به اندازه در بین خود تقسیم می کردن. آنها از من هستند و من از آنها هستم از این رو اسلام زکات را تشریح کرد و آن را از ارکان آن قرار داد انفاق را ترغیب کرد و آن را از بزرگترین درهای خیر قرار داد که در رفع نیازهای نیازمندان و رفع غم و اندوی آنان مؤثر است چنانچه الله تعالی می فرماید خذ من اموالهم صدقتا تطحیرهم و تزکیهم بها، از اموال آنها صدقه و زقات بگیر تا به وسیل ن آنها را اه... ان پاكسازی و تذكهشان كنی و باز میفرماد وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقین و هر چیزی را در راه خدا انفاق كنید پس او عوض آن را میدهد و او بهترین روزیدهندگان است و غنبر گرامی حضرت محمد مصطفا صى اللهعلهوسلم فرموده است اسلام بر پنج بنا اضتوار است گواهی بر آن که الله یکی است و شریک ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر و فرستاده او است و ادا نمودن نماز و دادن زکات و حج بیت الله شریف و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان می باشد هر کس در قرآن تدبر کند در میابد که خداوند متعال در بسیاری جاها زکات را با بزرگترین و با, 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 با بالاترین واجبات که همان نماز است جفت کرده است

وذر آيات دیگر چنین میفرماید الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم, هم يوقنون همان کسانی که نماز برپا می دارند و زکات را ادا می چنانچ کي شريعتي نسبته به سهل انگاري در پرداخت زکات هڅدار داده است چنانچ خداون جل جلاله ميفرماید ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيت سيتووقون بما ما بخلو به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير و کسانی که به آن خداوند از فضل خیش به آنان داده بخل می‌ورزند گمان نکنند که آن بخل برای آنان خیر است بلکه برای آنها شر است به‌زودی آن چی را که نسبت به آن بخل ورزیدن روز قیامت توقی گردنشان می‌شود و میراث آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند به آن چی میکنید است و در جای دیگر می‌فرماید ترجمه و کسانی که طلاع و نقره را می اندوزند یعنی گنجی نمی کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند پس آنها را به عذاب دردناک بشارت ده روزی که آن را در آتش جهنم گرم یعنی تفتش کنند پس با آن پیشانی هایشان و هایشان و پشت هایشان را داغ کنند و با, و آنها گفته شود این همان چیزی است که برای خود اندوختید پس بچشید طعم آن را آنچی را می اندوختید و همچنان حضرت عبدالله ابن عباس رضالله تعنه می گوید سه ایت با سه دیگر بستگی دارند که یکی بدون دیگر آن قابل پذیرش نیست و عطیع الله و عطیع الرسول کسی که اطاعت الله تا را کند ول از رسولش را پیروی نکند پذیرفته نمیشود و دیگر و اقیمو الصلاة و اتو الزکات کسی که نماز را ادا می کند ول زکات نمیدهد و از اون نماز پذیرفته نمی شود انشکر لی ولی والده ای که کسی که شکر الله را بجا آورد ولی از والدینش را نمی آورد از او این پذیرفته نمی شود شکی نیست که صدقه نقش زکات را در اجتماع بازی می کند از همین لحاظ شریعت برای آدانمودن همیشه, همیشه مردم را تشویق می کند چنانچه پیغمبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید در پول هیچ حق جز زکات نیست و این را از این قول الله سبحانه و تعالی در می آبیم که می فرماید ترجمه نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید بلکه نیکی و نیکوکار کسی هست که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و ماماندگار و ماندگان در راه و گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است درود و سلام بر خاتم پیغمبران سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر همه آل و اصحاب او باد زکات و صدقه ثمرات بزرگی دارد از جمله برکت و ثواب بزرگ است چنانچه خداوند جل جلاله می فرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش و برکت می دهد و او در آیت دیگری می فرماید. ترجمه براستی کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام داده اند و نماز را برپا داشته اند و زکات را پرداخته اند آنان نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نه ترسی بر آنها است و نه ایشان اندوهگین میشوند. شوند پیامبر گرامی ایمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید روزی نیست که مردم از خواب بیدار شوند مگر اینکه دو فرشته نازل شوند یکی میگوید خدایا با انفاق کننده پس بده و دیگری میگوید خدایا با دریغ کننده ضرر بده از جمله یکی از عوامل تندرستی است چنانچه که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرماید مریض خود را با صدقه معالجه کن و مال خود را با زکات تقویت کن و آمادگی مصیبت را با خواندن نماز بگیر و باز میفرماید صدقه خشم پروردگار را خاموش میکند و دفع مصیبت میکند زکات نقش عمده در ایجاد تعادل, اجتماع، تعادل اجتماعی و دستیابی به توسعه اجتماعی دارد و موضوع در حوزه صدقه چی صدقه جاریه و چی انفاق عمومی چی انفاق عمومی و چی در قالب طرحها و ابتکارات بسیار گسترش می یابد مانند طرح اوراق قرضه اوراق قرضه غذا پروژه های پوشاک، باستازی، خانه ها یا فراهم کردن فرصت ها و فرصت های کار و سایر تلاش های خیریه که به دستیابی به مراقبت های بشر دوستانه برای نیازمندترین خانواده ها کمک می کند. آنچه ما برای رسیدن به معنای درست پیوند و همبستگی جامعه نیاز داریم تا محبت غالب و برادری حاکم و پیشرفت حاصل شود. بار خدایا تو از کشورمان مصر و همه کشورها محافظت کن والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ